قالیباف آشفتگی در بیت رهبری در پی ضربه دردناکی که اسرائیل به سر مار در تهران وارد کرد شلیک ده ها موشک سپاه به شمال اسرائیل ادعای روزنامه کویتی الجریده سفر مخفیانه یک هیئت آمریکایی به تهران با پیشنهادهای وسوسه انگیز برای جمهوری اسلامی و جلوگیری از جنگ با اسرائیل به ایران دیلی خوش آمدید ضربه دردناکی که نتانیاهو به سر مار در تهران زد اسرائیل با ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در اتاق خوابش در مهمانسرای سپاه پاسداران در تهران ضربه دردناکی به رژیم جمهوری اسلامی وارد کرد به ویژه اینکه اسرائیل این متحد مهم رژیم ایران را در خانه سپاه پاسداران که به داشتن شبکه ای از متحدان و گروه های نیابتی در خاورمیانه میبالد به قتل رساند این حمله از آن جهت اهمیت دارد که اسرائیل در طول بیش از 300 روز جنگ غزه با وجود استفاده از تمامی تجهیزات نظامی عظیم و فناوری پیشرفته امنیتی نتوانست به یحییا سنوار رهبر حماس در نوار غزه دست یابد اما با وجود تدابیر امنیتی شدید برای تأمین امنیت مهمان خارجی از جمله رهبران گروه های مسلح وفادار به جمهوری اسلامی که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهوری جدید به تهران آمده بودند توانست اسماعیل هنیه را ترور کند. یک تحلیلگر عرب به نشریه ایندیپندنت گفته ترور اسماعیل هنیه در مهمانسرای سپاه پاسداران در تهران نشان داد که جمهوری اسلامی رژیمی شکننده و به شدت ناتوان است این کارشناس سیاسی گفت جمهوری اسلامی جز دادن پاسخ غیر متعارف و سریع به ترور اسماعیل هنیه در تهران چاره دیگری پیش رو ندارد به ویژه اینکه پاسخهای قبلی جمهوری اسلامی به اسرائیل در تئوری بزرگ و در عمل کوچک ارزیابی شد روزنامه اسرائیل هیوم هم نوشت ترور هنیه در تهران اکنون جمهوری اسلامی را با نیروهای نیابتی و وابستگانش در یک سطح قرار می دهد. جمهوری اسلامی می داند که تا پایان جنگ نیروهای نیابتیش را از دست خواهد داد. قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز گفت تعم شیرین جشن مردم سالاری دینی که در مراسم تحلیف رئیس جمهور شریف جمهوری اسلامی متبلور شد با شهادت فرماندهان عملیاتی و سیاسی محور مقاومت به تلخی گرایید. به ویژه اینکه یکی از این شهیدان یعنی آقای اسماعیل حنیه مهمان ما بود و در خانه ما به شهادت رسید. تعم شیرین جشن مردم سالاری دینی که در مراسم تحلیف رئیس جمهور شریف ما متولد شد با شهادت فرماندهان عملیاتی و سیاسی مهر مقاومت به تلخی گرایید مخصوصا که یکی از این شهیدان یعنی شهید اسماعیل هنیه مهمان عزیز ما بود و در خانه ما به شهادت رسید اما تردید نداریم با پاسخ کوبنده و هوشمندانه جمهوری اسلامی کام مردم ایران و نیروهای مقاومت و آزادی جهان بار دیگر چنان شیرین می شود که این رژیم و مخصوصا کشور حامی او یعنی آمریکا از کرده خود پشیمان و مجبور خواهد شد نظام محاسباتیشان را اصلاح کنند تا بار دیگر دچار اشتباهی زیانبار برای امنیت خود و صلح منطقه نشوند. در همین راستا این جانب به نمایندگی از منتخبین مردم همانند عموم ملت ایران اعلام می کنم مجلس شورای اسلامی خواستار واکنشی بازدارنده با حفظ منافع ملی است تا خونخواهی در خورش شعن مهمان شهید ما نیز صورت گیرد و از تصمیمات مسئولان زیرفت برای زمان نوع و چگونگی واکنش به تعرض صورت گرفته حمایت کامل می کند. ده ها موشک سپاه وارد خاک اسرائیل شدند. حزب الله لبنان در سهرگاه یک شنبه 14 مرداد در واکنش به بمباران اسرائیل که منجر به زخمی شدن غیر نظامیان در جنوب لبنان شد از بمباران شمال اسرائیل با دهها موشک کاتیوشا خبر داد حزب الله در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حملات ارتش اسرائیل به روستاهای جنوب به ویژه حملات به روستاهای کفرکلا و دیر سریان و زخمی شدن غیر نظامیان منطقه جدیدی به نام بیت حلیل در شمال اسرائیل را با دهها موشک کاتیوشا بمباران کرد. طبق گفته خبرنگار العربیه حدود پنجاه موشک از جنوب لبنان به سمت شمال اسرائیل شلیک شد و صدای آژیرهای خطر در شهرک های کریات شمونا و تلهای در منطقه جلیل اولیا شنیده شد. به گزارش یدیعود آهرانوت ارتش اسرائیل اعلام کرده اکثر موشک های پرتاب شده از لبنان را رهگیری کرده است. وزارت بهداشت لبنان پیشتر شنبه گزارش داده بود که شش غیر نظامی بر اثر بمباران اسرائیل بر جنوب لبنان زخمی شدند. ارتش اسرائیل شنبه همچنین از ترور یکی از اعضای حزب الله در جاده البازوریه خبر داد. اویخای ادرایی سخنگوی ارتش در ایکس نوشت نیروی هوایی اسرائیل علی نزیه عبدالعلی عضو حزب الله را که در فعالیت های تروریستی در جبهه جنوب نقش داشته و در برنامه ریزی و اجرای عملیات های تروریستی شرکت کرده بود در منطقه البازوریه در جنوب لبنان هدف قرار داده و کشته است. این در حالی است که با بالا گرفتن احتمال وقوع منازعه در خاور میانه در پی تهدیدات ایران و همپیمانانش به پاسخ به ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران در عملیاتی منتصب به اسرائیل و ترور فعاد شکر از رهبران برجسته حزب الله در حومه جنوبی بیروت توسط اسرائیل کشورهای غربی از شهروندان خود خواستند هرچه زودتر لبنان را ترک کنند. پس از سفر غیرمنتظر منتظر رؤسای سازمان موساد و شاباک به پایتخت مصر در روز شنبه 13 مرداد برای بحث درباره توافق تبادل اسرا و آتش در غزه شبکه 12 اسرائیل گزارش داد که هیئت مذاکره کننده اسرائیل به دلیل اختلاف با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور از قاهره به تلاویف بازگشته است رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که در جلسه که روز چهارشنبه گذشته برگزار شد تنش بزرگ میان نتانیاهو و تیم مذاکره کننده او رخ داده است. کانال دوازده تلویزیون اسرائیل گزارش داد که رئیس شاباک به نتانیاهو گفته است که احساس می کند او به این معامله علاقه ندارد و اگر چنین چیزی صحت دارد باید به با آنها اطلاع دهد. در این باره رئیس موساد نیز اظهار داشت که توافق قابل دستیابی است اما تأخیر ممکن است این فرصت را از بین ببرد از طرفی نتانیاهو در انتقاد از تیم مذاکره کننده اسرائیل به آنها گفته که ضعیفند و قادر به مدیریت روند مذاکراتی نیستند رؤسای سرویسهای امنیتی مطلع فاش کردند که نتانیاهو در این مرحله خواهان توافق تبادل نیست و گروگانها را رها کرده است این در حالی است که وبسایت آکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش داد که تفاوق برای تبادل اسرا و برقراری آتش بس در غزه کماکان دور از دسترس است. پیشتر وبسایت والا اسرائیل گزارش داده بود که هیئتی بلندپایه از اسرائیل شامل رونین بار رئیس شاباک و دیوید بارنیا رئیس موساد به قاهره رفتند تا درباره توافق تبادل اسرا بحث کنند. پس از بازگشت هیئت مذاکره کننده اسرائیلی از قاهره بدون دستیابی به پیشرفتی ملحوظ در مذاکرات آتش بس و تبادل اسرا میان اسرائیل و حماس رسانه های اسرائیلی شنبه 13 مرداد جزئیات نشست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با رؤسای سرویس های امنیتی برای بحث در مورد این توافق را فاش کردند به گزارش کانال دوازده اسرائیل یواف گالانت وزیر دفاع در این دیدار خطاب به نتانیاهو گفت با شروطی که مطرح کردید هیچ توافقی برای آتش بس و تبادل اسرا در غزه وجود نخواهد داشت و شما این را میدانید. کانال دوازده همچنین افسود که گالانت به نتانیاهو گفته است هیچ دلیل امنیتی مانع پیشروی در توافق آتش بس در غزه نیست بر اساس همین گزارش رئیس ستاد ارتش به نتانیاهو گفته است که کار درست تکمیل مذاکرات غزه است منابع آگاه به کانال دوازده گفتند که مواضع نتانیاهو منجر به حصول پیشرفت واقعی در خصوص توافق با حماس نخواهد شد از سوئی یک مقام اسرائیلی نیز تاکید کرد نتانیاهو بر این باور است که ترور حنیه از طریق افزایش فشار بر حماس تکمیل توافق غزه را تسریع خواهد کرد کانال دوازده در خصوص تماس تلفنی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و نتانیاهو در روز پنجشنبه گفت بایدن نتانیاهو را متهم کرد که چند روز پیش در جریان تماس آنها در مورد توافق غزه دروغ گفته است از سوئی نیویورک تایمز گزارش داد که نتانیاهو ادعای بایدن مبنی بر این که ترور حنیه مانع دستیابی به آتش در غزه خواهد شد را رد کرد به نوشته این روزنامه نتانیاهو در تماس تند خود با بایدن این موضوع که موازه تلاویو مانعی بر سر توافق غزه است را تکسیب کرد به گزارش وبسایت خبری آکسیوس پیشتر دو مقام آمریکایی فاش کردند که بایدن پنجشنبه طی تماسی تلفنی با لحن قاطع از نتانیاهو خواست تا ضمن توقف تشدید تنشها در منطقه فورا به سمت توافق مبادله گروگانها در غزه و آتشبس حرکت کند طبق گفته یکی از این دو مقام بایدن از اینکه دو هفته قبل در کاخ سفید درباره تضمین توافق مبادله گروگان ها صحبت داشتند اما نتانیاهو برنامه ترور هنیه در تهران را پی گرفت از نتانیاهو گلایه کرد این مسئول آمریکایی افسود که بایدن سپس با نتانیاهو تاکید کرد که اسرائیل از کمک آمریکا در مقابله با هر گونه حمله احتمالی ایران برخوردار خواهد شد اما بعد از آن دیگر انتظار هیچ گونه تشدید تنش از سوی اسرائیل ندارد و باید تحرکی فوری به سمت تبادل گروگان ها انجام شود ادعای روزنامه کویتی الجریده سفر مخفیانه یک هیئت آمریکایی به تهران با پیشنهادهای وسوسه انگیز برای جمهوری اسلامی و جلوگیری از جنگ با اسرائیل همزمان با سفر ناگهانی آیمن سفدی وزیر خارجه اردن به تهران روزنامه الجریده چاپ کویت ادعا کرد که با میانجگری عمان یک هیئت آمریکایی مخفیانه به تهران سفر کرده است در گزارش این روزنامه که چهارم اوت چهارده مرداد منتشر شده تأکید شده است که مأموریت این هیئت جلوگیری از وقوع یک جنگ بزرگ در منطقه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل است این هیئت پیشنهادات وسوسه انگیزی برای مقامات رژیم اسلامی ارائه می کند از جمله سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در اقتصاد بحران زده ایران. یک منبع ناشناس به الجدیره گفته هیئت آمریکایی با یک هواپیمای شخصی از ترکیه به تهران پرواز کرده و روز پنجشنبه اول اوت 11 مرداد در فرودگاه پیام کرج در غرب تهران به زمین نشستند. گفته می شود این هیئت آمریکایی در مورد پیامدهای شدید یک جنگ احتمالی به مقامات تهران هشدار دادند. این رسانه کویتی همچنین ادعا کرده است که دولت جو بایدن نیز منتقد سرسخت سیاستهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است و حتی برای کنار گذاشتن نتانیاهو از قدرت تلاش می کند. الجریده در بخشی از این گزارش طی یک ادعای عجیب نوشته است دولت بایدن فهرستی از عوامل موساد را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده و از مقامات تهران خواسته به توافق اتمی بازگردند معلوم نیست فهرستی از عوامل موساد از یک سو به چه درد جمهوری اسلامی میخورد که نمیتواند از عوامل و فرماندهان و مهمان شبه نظامی و تروریست خود محافظت کند و سوی دیگر با کدام ابزار میخواهد این فهرست را راست آزمایی کند و در عین حال اگر قصد هیئت آمریکایی جلوگیری از جنگ است با کدام هدف فهرست عوامل موساد را در اختیار جمهوری اسلامی قرار می دهد؟ این منبع تصریح کرده که هیئت آمریکایی به مقامات رژیم ایران گفته است که نتانیاهو در جریان سفر به آمریکا چیزی را که در واشنگتن دوست دارد نشنیده است زیرا کاخ سفید اصرار داشت که میخواهد به سرعت جنگ غزه را متوقف کند و به آرامشی همه جانبه در منطقه دست یابد اما نخست وزیر اسرائیل هنیه را ترور کرد الجریده همچنین نوشت این هیئت به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر به تلافی ترور هنیه به اسرائیل حمله کنند دولت آمریکا مجبور خواهد شد دوباره از دولت ابری دفاع کند و این وضعیت فرصت جدیدی برای نتانیاهو جهت فرار از فشارها فراهم می کند. بنابراین ایالات متحده امیدوار است که تهران درگیر نشود. این روزنامه نوشته است که طرفین آمریکایی به مقامات جمهوری اسلامی هشدار دادند که نتانیاهو برای آنها دام پهن کرده و واشنگتن خواستار درگیری با جمهوری اسلامی نیست. این هیئت همچنین ابراز امیدواری کرده است که تهران به توافق اتمی برگردد. روزنامه الجریده در بخش دیگری از این گزارش مدعی شده آمریکاییها تمایل خود را برای تعلیق تحریم های اقتصادی ایران اعلام کردند به شرط اینکه آنها از حمله به اسرائیل خودداری کنند در گزارش این روزنامه ادعا شده نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی سی ایرانی و پنجاه طبعه خارجی را به اتهام دست داشتن در ترور حماس دستگیر کردند. همچنین ادعا شده هیئت آمریکایی فهرستی حاوی اسامی ده نفر از عوامل موساد در داخل ایران را که در ترور هنیه دست داشتند به جمهوری اسلامی داده است. تایید یا رد این ادعاهای الجریده کویت به صورت مستقل ممکن نیست با این حال برخی منابع غیر رسمی سفر یک هواپیمایی شخصی کوچک با رجیستری ناشناس از ازمیر ترکیه به فرودگاه پیام کرج را تایید می کنند که اگر واقعا حامل هیئت آمریکایی بوده باشد معلوم نیست تا چه اندازه ادعاهای روزنامه کویتی درباره محتوای پیامهای هیئت آمریکایی احتمالی درست باشد. تجربه نشان داده است در مواقع مشابه نمایندگان دولتهای خارجی با دلالی دولتهایی مثل عمان و قطر و حتی ترکیه به عناوین مختلف تلاش می کنند با دادن امتیازاتی به جمهوری اسلامی پیشنهادهای خود را بر اساس منافع خود به رژیم ارائه کنند. شبیه همین اخبار و گزارش ها نیز پیش از حمله موشکی و پهبادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اسرائیل در اواخر فروردین ماه 1403 منتشر شد. آن حمله به تلافی کشته شدن شماری از فرماندهان سپاه قدس در حمله هوایی اسرائیل به ساختمان مجاور کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق رخ داد. سپاس از همراهی شما تا انتهای این برنامه تا دیداری دیگر بدرود